تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده در کشور 23% افزایش یافته است. مؤسسه افغان‌های متأثر از ماین می‌گوید که به اساس آمارهای ارائه شده در سال 2014 1296 نفر به اثر انفجار ماین و مواد منفجره در کشور قربانی شده که نظر به سال 2013 23% افزایش یافته است. در همین حال آگاهان امور هشدار می‌دهند که اگر وضعیت موجود جنگی همچنان ادامه پیدا کند، تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجره در کشور افزایش خواهد یافت. به اساس تازه‌ترین گزارش نشر شده از سوی کمپاین مبارزه جهانی علیه ماین‌های زمینی، تلفات ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده جنگی در کشور 23% افزایش یافته است. با اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 1296 تن از اثر انفجار ماین و مواد انفجاری در کشور کشته شدند که در مقایسه با سال 2013 246 نفر افزایش یافته است. در سال 2014 470 فرد ملکی و 16 ماین پاک قربانی ماین و مواد منفجره شده است. در سال 2014 به تعداد 1296 نفر در افغانستان قربانی گردیدند که در مقایسه با سال گذشته آن، یعنی سال 2013، آمار قربانیان تعداد 1050 نفر بوده. اما در سال 2014 این گزارش افزایش 246 نفر را نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است که 52 تن به اثر انفجار ماین ضد پرسنل، 4 تن به اثر ماین ضد وسایط، 809 نفر به اثر ماین های تعبیه شده، 430 تن به اثر مواد منفجر ناشده و 1 نفر به اثر مهمات خوشه‌ای قربانی شده است. همچنان بر اساس گزارش نشر شده از سوی یونما، در سال 2014 میلادی در نتیجه انفجار ماین و مواد منفجر ناشده 1242 تن از افراد ملکی کشته شدند که از آن جمله 664 تن افراد بالغ و 560 طفل می باشند. در همین حال مؤسسه افغان‌های متأثر از ماین و وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افزایش 23% افراد ملکی را تکان دهنده می خوانند. آنان می گویند که اگر وضعیت موجود جنگی در کشور همچنان ادامه پیدا کند، افزایش قربانی‌های ماین و مواد منفجره در کشور افزایش خواهند یافت. در پالوی از اینکه ما با چالش های مثلا حملات انتحاری و غیره دست و گریبان هستیم، از وسایل جنگی و بقایای وسایل جنگی به خصوص ماین ها و ماین های کنار جاده تلفات بیشترتر را هم داریم که شاید اوقدر در دیگه بخش ها مورد توجه قرار نگرفت. نسبت موجودیت جنگ ها و یا عدم توجه یا مرحله به مرحله تبدیل شدن رژیم ها در زندگی اشخاص دارای معلولیت توجه چندان صورت نگرفته که از این بابت در مجموع جامعه معلولیت شوکی بوده و امروز زندگی کاملا نابسامانی را پیش رو دارند. راه اندازی برنامه های حمایت روان اجتماعی هست. در این گزارش به خصوص مفهوم مشوره همتایان تاکید شده که از طریق مشوره همتایان برای کسایی که تازه قربانی میشن و یا معلولی که در انزوا به سر میبرن بر از اینا حمایت های روان اجتماعی داده شود تا اونا از مشکلات روانی ذهنی که دارن یا کاهش بیابند. آنان از حکومت و مؤسسه های ماین پاکی در کشور میخواهند که برای تحقق حقوق بشری در کشور از هیچ نوع تلاش دریغ نکنند. به اساس گزارش ها در سال 2014 میلادی 24300 تن در نتیجه انفجارهای ماین‌های زمینی و مواد منفجر نشده جنگی و سایر مهمات در سراسر جهان قربانی شده است. این در حال است که چند قبل اداره مبارزه با حوادث گفته بود که 80% ساحات ماین گذاری شده در کشور از وجود ماین پاکسازی شده و تا سال 2023 تمامی کشور از وجود ماین پاکسازی